آیا می دانید 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد که تأکید بر رعایت اساسی ترین حقوق انسان ها دارد؟ در ماده 4 این اعلامیه که بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران آن را پذیرفتند، در خصوص ممنوعیت انواع برده‌داری صحبت شده است. زندگی اجتماعی یکی از مهمترین عوامل بقا و پیشرفت انسان تا به امروز بوده است. اما با این حال، زندگی اجتماعی ظهور پدیده‌ای به نام تبعیض را در بر داشت. مدارک و شواهد به دست آمده سابقه برده‌داری را در حدود 10,000 سال تخمین می‌زند. شاید بتوان غیرقانونی اعلام شدن برده‌داری در ایالات متحده آمریکا در سال 1865 را نقطه عطف مبارزه با برده‌داری بدانیم، اما مسلماً برده‌داری یکی از مهمترین انواع تبعیض‌ها در جوامع بشری و یکی از نقاط تاریک تاریخچه تمدن انسان است و دور از ذهن نبود که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر که هدف از تهیه آن تحقق حقوق ذاتی و شهروندی انسان ها است، به این مهم توجه ویژه‌ای داشته باشد، به طوری که ماده 4 این اعلامیه جهانی معطوف به این موضوع است. بر اساس ماده 4 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ کس را نمیتوان به بندگی یا بردگی گرفت و بندگی و سوداگری انسان ها در هر شکل که باشد ممنوع است. سازمان ملل متحد به خصوص شورای حقوق بشر با ابزارهای نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های مختلف در تلاش برای رفع تبعیضاتی از این دست در کل جهان می باشد. اما علی‌رغم تمام تلاش‌های بین‌المللی، شاهد ظهور انواع جدیدی از برده‌داری در برخی از جوامع هستیم که می توان آن را برده‌داری نوین نامید. این پدیده کم و بیش در تمام نقاط جهان دیده می شود، اما تبلور آن در حکومت‌های تمامیت‌خواه ایدئولوژیک مثل کره شمالی، ایران، چین و روسیه مشهودتر است. متأسفانه مشکلات اقتصادی نیز به افزایش فشار بر قشر ضعیف‌تر جامعه دامن زده و زمینه ساز افزایش فاصله طبقاتی میان آنها و قشر ثروتمند شده است. محرومیت کودکان از حق تحصیل به دلیل کمبود امکانات و یا کار اجباری و ازدواج زود هنگام آنان، به کار گرفتن شهروندان به مشاغل سخت با حقوق کم و بدون بیمه و قرارداد به دلیل افزایش مشکلات اقتصادی، عدم تأمین ایمنی کارگران در محیط کار، عدم توجه به خواسته های صنفی، استفاده از زنان و دختران به عنوان کارگران خانگی بدون دریافت دستمزد و سلب آزادی های شخصی و اجتماعی زنان جامعه به دلایل فرهنگی و مذهبی از جمله مصداق های برده‌داری نوین است. به طور قطع میتوان حکومت ها که متولی حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندی در جامعه هستند را مقصر اصلی این ظلم و تبعیض دانست. دولت مردان موظف هستند با در دستور کار قرار دادن اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیون ها، فراهم کردن شرایط اقتصادی و فرهنگی مناسب و وضع قوانینی در راستای احقاق حقوق حقی شهروندان در عصر مدرن حاضر، راه را برای رفع تمامی تبعیض‌ها در جامعه هموار سازند. اما متاسفانه در کشورهایی که سران کشور خود را وامدار مردم نمی‌دانند، نه تنها تلاشی در این راستا صورت نمی‌گیرد، بلکه خود از عوامل اصلی تشدید آن هستند. در کشور ایران در سال‌های اخیر به علت شدت گرفتن تنش‌های بین‌المللی و مشکلات اقتصادی و نیز تنگ‌تر شدن فضای سیاسی و محدود شدن آزادی‌های اجتماعی، شاهد افزایش انواع تبعیض‌ها و زیر پا گذاشته شدن حقوق شهروندی ایرانیان هستیم که می‌توان آن را نوع منحصر به فردی از برده‌داری نوین بدانیم. متاسفانه علاوه بر زیر پا گذاشتن حقوقی چون حق آزادی بیان، عقیده، حق تحصیل برای همه، حق استفاده همگانی از منابع طبیعی، سانسور و مسائل از این دست که در برخی از کشورها شاهد آن هستیم، به دلیل ساختار مذهبی نظام ایران بسیاری از حقوق اولیه شهروندی مثل حق انتخاب پوشش، توجه به مناسبت‌ها و تاریخ ملی و ایرانی، حقوق اقوام مختلف، حق تولید آزاد آثار
هنری، فعالیت آزادانه زنان در امور هنری و ورزشی، حق بانشاد بودن جامعه و حتی حق نفس کشیدن در هوای سالم نیز از ایرانیان سلب شده است. تجربه سالها زندگی در این کره خاکی به بشر آموخته است که رسیدن به هر فضیلتی نیازمند تلاش جمعی و تغییر شرایط در بستر زمان است. آنچه نباید فراموش شود این است که انسان به امید زنده است و بر ماست که به امید بهبود شرایط و رسیدن به آرمانهای متعالی انسان مدرن دست از تلاش بر نداریم. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. روی علامت زنگوله کلیک کرده و گزینه آل را انتخاب فرمایید. لایک و یا دیسلایک نموده و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.